کیه؟ محبت کنید در باز کنید، اسکندری هستم. اومدم. تا چند وقتی پیش هم اینجا زندگی میکرد، الان توی دوتا کوچه بالاتر خونه یکی از دوستای قدیمیش مستاجره، ولی نمیدونم چرا اینقدر دلبسته خونه است. سلام. خوش آمدین. مرسی. بفرمایید. ببخشیدا. خیلی خوش آمدین. مرسی، خیلی ممنون. حالتون خوبه؟ ممنون. پس تازه عروس و داماد شمایی؟ بله. ماشالله، هزار ماشالله. انشالله که به پای هم پیشین، خوشبخت شین مادر. خیلی ممنون. تشریف بیارید. اینجا هم آشپز خونه است. اینجا؟ بله. احسن اینجا رو خوب نگاه کن، بعدن زیرش نزنیم. عهد کردم تا زنده ام نه مستأجر قبول کنم نه اینجا رو بفروشم. آخه چرا آج خانم؟ آخه اینجا رو چطوری میشه به دست هر کسی داد؟ باید خوب ازش مواظبت بکنم. دیدم شما دوتا جوونین و تازه زندگی رو شروع کردین، گفتم شاید بتونم کمکی بهتون کرده باشم. خیلی ممنون. لطف داری. به شرط که ازش خوب مواظبت کنین. چشم، قول میدی. خاطرتون جمع باشه آج خانم. واسه فکر کردن خوبه، جا داره. سیکونش هم فعال. اونجا نه، اون بالا یه دونه اتاقه، یه مقدار وسایل داشتم گذاشتم اونجا چون جا نداشتم. شما بجز اون یه دونه اتاق میتونین از همه جای این خونه استفاده کنین. باشه. فقط موندم که اگه یه روزی من نباشم کسی هست به اینا آبدون بده یا نه. انشالله هزار سال عمر کنید. اوه هزار سال مادر، 60 چند سال از عمرم رفته. اینم 10 سال دیگه چی میخوام بشم؟ ما اینم گره کور خورده. اجازه بدی من کمکتون. دست درد نکنه. خشت خشت این خونه رو پدر بزرگ شوهرم خدا بیامرز با دستای خودش رو هم چید. اون عقیدهش بر این بود که خونه ای رو که میسازه برای همیشه بسازه. میگفت صاحبان وسایل بعد از مردن بخشی از وجودشون رو اونا جا میذارن، درست مثل اثر انگشت. میگفت بخشی از وجود ما تو همین خونه است. اگه این خونه خراب بشه یا متروک بشه روحش آرامش نخواهد داشت. چه عقیده جالبی، نشنیده بودم. نهار قیمه ریزه دارم با ترشی و شور. بفرمایید خونه ما. خیلی ممنون. مرسی. ممنون. مادرم برای نهار منتظره. انشالله این خونه براتون اومد داشته باشه. نمیدونم چرا انقدر پیرزنه به دلم نشست. چیه؟ تو فکری؟ از خونه خوشت نیومد؟ آخه قرار بود اینجا رو بخریم نه اینکه اجاره کنیم. میخریم. تو صبر کن، آج خانومو راضی میکنه بفروشتش به ما. Thank you.
کسی اونجاست؟ خوش اومدی. خیلی ممنون. خونمون چطوره؟ ای بد نیست. ای اینجا که نم کشیده، چرا یه دستی به سر و گوش خونه نکشیدی؟ حالا چه عجله ای داشتی؟ مادر جون فرهاده که میشناسی، دوست داشت زودتر بیام سر خونه زندگیمون. آخه این درسته یه زوج جوان اول زندگیشون بیان تو این خرابه؟ اینجا رو قراره بخریم و بسازیم.
سود خوبی داره ها. اون از عروسیتون که روشن فکر بازی در آوردین نذاشتین یه مجلس آبرومندونه براتون بگیریم، اینم از خونه زندگیتون. آخه مردم چی میگن مادر جون؟ از خود آدم و خانواده‌اش هست. ما که خانواده ای ندیدیم. بیچاره روز خواستگاری که گفت خانواده‌اش همه تبریز هستن، پدر مادرش هم که فرانسان، فکر کنم یکی دو ماه دیگه بیان. خواهرش هم که دیدیم فرخنده همکار من. همین، تمام رابطه قوم و خویشی همینه. اما دوست آشنا زیاد داره ها. آقای سمر کار نداریم؟ ما داریم میریم. خوبی فراد؟ آره. مطمئنی؟ آره منم داشتم میرفتم. خیلی خوب، خداحافظ. اثرات فرهاد همه جا هست. این تنها وجه اشتراکیه که با خدا دارم. فرهاد همه کار بلده، تمام کارهای تعمیر این خونه رو خودش انجام داده. تازه شاعرم ها. فرهاد یه جای روحش وحشیه، اگه ولش کنی ممکنه سر از کوه و کبیر در بیاره. خلاصه هر کاری ازش برمیاد، هر نوع دیوونگی. باید مهارش کنید دیگه مهتاب خانم. البته دیوونگی من انزه چاقیه تو پیشرفته نیست. زهرمار. از دست فرهاد با این شوخی ها شنازم این دوره دبیرستان. راستی فرهاد به نظر تو من نسبت به 7-8 سال پیش چاقتر شدم یا لاغرتر؟ اول هیکله داشته باش. خرتر. ولی به خود راست گفتی، 3 ساله هیچی جز خریت بهم اضافه نشد. زن نگرفتی ببینی خری یعنی چی؟ امشب تو کوچه خوابیدی. فرهاد چی شد که اینقدر ناگهانی ازدواج کردی؟ من که حوصله دنگ و فنگ نامزدی و هنابندی و اینجور چیزا نداشتم. خواهرم مهتاب معرفی کرد، دیدم همونیه که میخوام، همدل و همراه. دیگه باید منتظر چی میموندم؟ همزبونی ها اگه شیرین تره، همدلی از همزبونی بهتره. فرهاد بجون 27 سال زندگی لای این کیک و خامه و تخم مرغ آورده. بجون ترتیبش رو بده. تولدت مبارک. نترسین بابا نترسین. دست من خورد به لیوان افتاد زمین. کجایی؟ شمع رو فوت کن. بعد میان روی نفت که 13% سهم دنیا رو ما اگه داشته باشیم 13 برابر سهممونه، ولی ما از ذره خاکی شده. خاک های غنی دنیا رو داریم، نداریم. ما بارندگیمون
حدود 1/4 1% از بارندگی های دنیاست. پس ما 1/4 سهممون رو از بارندگی ها داریم، چون 1% اومدم. دوباره یه ذره آب بخور. میخوای فردا بریم دکتر؟ سلام آقای امیری، مهتاب هستم. سلام خانم، حال شما چطوره؟ مرسی، ممنون. حالتون خوبه؟ فرهاد جون چطوره؟ برای همین زنگ زدم. فرهاد امروز نمیتونه بیاد سر کار، خورده کسالت داره. خدا بد نده، چی شده؟ نه چیز مهمی نیستش. خب ایشالا که زودتر حالشون خوب میشه. خیلی سلام برسونید. مرسی، حتما. برام از زیاد. سلام برسونید. خدا حافظ شما. مهتاب؟ بله. اون تو فوتبال منو کجا گذاشتی؟ نمیدونم، تو وسایل ورزشیته. میخوای چی کار؟ فرهاد، مگه قرار نبود بریم دکتر؟ بچه که بود برای خودش یه نیمچه فیلسوف بود، مدام سرش تو کتاب بود، به خصوص کتابای روانشناسی و فلسفی. همیشه هم از بچه‌های همسن و سال خودش از نظر هوش و دانش جلوتر بود. خب حالا این خورشید هوش و دانش ما کجا داره میتابه؟
فرهاد اینجا چی کار میکنی؟ چرا لباسات خیسه؟ ببین خواهرت اینا اومدن، نمیای پایین؟ تو برو، من الان میام. پس لباسات هم عوض کن. امروز روز تولد منه. روز تولد تو که یه هفته پیش بود، فقط هم دوستاتو دعوت کرده بودی. مگه نمیشه آدم دوبار تولد بگیره؟ چرا که نه، آدم میتونه ماهی یک بار تولد بگیره. مثل اینکه منظور منو نفهمیدین، باید بیشتر توضیح بدم. من میخوام به شما بپیوندم. بپیوندی؟ درسته، من امروز بعد از سالها اومدم پیش شما، البته اگه منو بپذیرین. امشب باید اینجا یه انقلاب بشه. آخه مادر جون، ما که یه بار انقلاب کردیم. منظورم انقلاب درونی هر کدومتونه، نوع نگاهتون به زندگی، به واقعیت. تا حالا تو آینه به خودتون نگاه کردین؟ آقا جون لب به مسته و بگو راحتمون کن. مثلا همین شما جمشید خان، کوچلوار مارکدار تو بر پیدا کردن حقیقت ترجیح میدی یا پیدا کردن حقیقت تو به کوچلوار؟ ببین آقا جون، هر کسی میتونه طبق سلیقه‌اش هر چی خواست بپوشه. آه؟ نه جدی میگم، این لباسه که داره ما رو به تن میکنه، نه ما لباسو. لباس مغز، زبون و قلب ما رو هر طور که خواسته شکل داده. مثلا خود شما با این لباسه این دختر بچه ها شدین. چرا پرت و پلا میگه؟ مگه من چند سالمه؟ بس فرهاد، فکر کردم حالا که زنگ گرفتی لااقل این لحن زشتو کنار گذاشتی. گفتم که باید بتونین منو تو جمع خودتون بپذیرین. نخواستین، ما رو به خیر و شما رو به سلامت. فرخنده جون، اوضاع کیشمیشیه کیشمیشیه، پاشو دریم جانتو، پاشو. هنوز شام نخوردین که. دست شما درد نکنه خانم، همینقدر که ترکش انقلابشون با ما گرفت کافیه. فرهاد آخه تو چت شده؟ فرهاد،
ببخشید اینجا منزل شهید شفاپیه؟ نه. کیه؟ معذرت میخوام، من یه آدرس دارم که نشون میده اینجا منزل شهید شفاپیه، یه امانتی براشون دارم. خب به من چه؟ شما هیچ نشونه ای ازشون ندارین؟ نه خیر آقا، نه خیر. سلام مادر. سلام پسرم. شما اهل این محلی؟ یه 20 سالی هست که تو این محل میشینم. پس باید اسم شهید مسعود شفاپی شنیده باشین. من قبلا هم اسمای خیلی ها شنیدم. طبق این آدرس خونشون توی این کوچه بوده. شما ازشون خبری ندارین؟ هیچ کس خبر نداره. این روزا همه اسما عوض شد. چطور ممکنه؟ تو خودتی؟ ببخشید چه میدونم؟ شرکت که نرفته، دوستاش منتظرش بوده. نه ماشینم نبرده. نه بابا مامان، فرهاد اصلا اهل این حرفا نیست. چی میگین شما؟ سلام. بفرمایید. ببخشید میخواستم آقای دکتر دانش رو ببینم. وقت قبلی داری؟ نه ولی اگه بهشون بگین حمید اومده منو میشناسه. سلام مصطفی. حالت چطوره؟ چه خوشحالم زنده میبینمت. ببخشید. چطوری؟ شما؟ نگو که منو نمیشناسی. میشناسم؟ بابا من حمیدم. حمید دیگه، حمید شفاعت. بیسیم چیتون؟ کی آدرس منو به تو داده؟ پاهم خود به خود منو آوردن اینجا. نمیفهمم چی میگی. تو هم خودتو داری میزنی به اون را؟ ما با هم عکس داریم. هیچ فرقی هم نکردی. همون قیافه، همون صدا. حالا دیگه چرا نمیخوای منو بشناسی؟ نمی. من واقعا نمیدونم تو کی هستی و اینجا چی میخوای. به هر حال شوخی قشنگی نیست. ولی من اصلا شوخی نمی کنم. تو رو خدا بگو چت شده. من اون کسی که میشناختی نیستم. این آقا دیگه اینجا کاری ندارن. اگه چشمات اشکالی داره میتونی وقت بگیری. نه چشمای من اشکالی نداره. بفرمایید. دیشب که دیدی چه چیزایی میگفت. صبح مثل برق گرفته ها گذاشته رفت. تازگی ها عجیب غریب شده. آره حس کردم. شبیه فرهادی که من میشناسم نبود. خدا کنه مسئله جدی نباشه. نه بابا. کار شرکت و بیخوابی خستش کرده. میدونی که عادت نداره. چند سال فقط خورده و خوابیده.
بفرمایید. اجازه هست؟ بفرمایید جون. من حمیدم. حمید چطور؟ خب مهم نیست، مهمون حبیب خودش. آدم وقتی شکم سیر باشه مشکلات چندان سخت به نظر نمیاد. خب چی گفتی اسمت حمیده؟ خب که چی؟ اومده بودم آدرس جدید مسعود شفاپی رو ازت بگیرم. آخه هنوز وصیت‌نامه‌اش پیش منه. دست بردار بچه جون، حمید مرده خیلی ساله. ما خودمون براش مجلس گرفتیم، مجلس خوبی هم گرفتیم، کلی براش گریه کردیم، اشک ریختیم، فاتحه خوندیم. من جلو روت نشستم، چطوری مردم؟ برای اثبات حرفات مدرک و سندی چیزی هم داری؟ نصف اونایی که منو میشناختن یا رفتن بهش یا گوشه آسایشگاه تبدیل شدن به موش آزمایشگاهی. نصف دیگه هم مثل تو و محمود و مصطفی اصلا منو نمیشناسن، ولی من خودم رو ثابت میکنم. ای 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 بچه جون، برو دنبال کار زندگیت. منم اولش عین تو بودم، خون دل میخوردم، چند تا کار دولتی داشتم، از صبح تا شب کار میکردم برای رضای خدا و خلق خدا. یهو چشمم باز کردم دیدم امروزم عین دیروزه و دیروزم عین پریروز. مای کوچیکه مای ریزه رو میبل، ای مای گندم مای کوچیکه رو میخوره. همه چیزو گذاشتم کنار، شدم رستوران چی. حسین آقا. بله. بیا اینا رو ببر بده حاج آقا، بگو تهرانی سلام رسون به قابل شماره نداره، بهای پیشرفت من میپردازم. دم و دستگاه خوبی به هم زدی، آفرین، مواظبش باش. ببین آقا، اسمت هرچی که هست خدا و خورما رو نمیشه با هم داشت. تو نباید به خاطر از دست دادن خورما خودتو قربونی کینه و نفرت بکنی. هر کسی از زن خود شد یار من. فراموش کردی چی میخواست؟ ببین آقا، تا حالا برای ترک دنیا به کسی جایزه ندادن. خانم هستم، میتونم باهاشون صحبت کنم؟ حاج خانم خدا رحمتش کنه، 7-8 روز پیش عمرشون رو دادن به شما. چی؟ چطور خبر ندارین؟ سکته کردن. تموم مراسم کفن و دفن و هزینه هارم شوهر شما انجام دادن. شوهر من؟ فرهاد سمر؟ بله آقای سمر، خدا خیرشون بده، سنگ تموم گذاشتن، ایشالله که ثوابشو ببرن. حاج خانم که کسی رو نداشت، آقا فرهادم مثل پسرش. ببخشید خانم، من یه خورده شوکه شدم. امری ندارین؟ ارزی نیست، فقط لطف کنین از بستگان هاش خانم هر کی اومد سراغتون آدرس بدین بیان وسایلشو ببرن. باشه باشه حتما، خدافظ. مسعود شفاپی، پیداش میکنم. سلام علیکم، اومدیم خدمت شما که درخواست بدیم یه تحصیلاتی برای من و خانواده‌ام قرار بدید. اول نوبت ایشون آج آقا، کار ایشون واجب تره. نه از نظر من اشکالی نداره، نوبت منو بدیم به ایشون. چه تحصیلاتی؟ جان بازم، درآمد ندارم، 5 سال بیکارم و همش از جیب خوردم. مگه از بنیاد جان بازان حقوق نمیگیرید؟ آخه هیچ چند درخواست که پاسخگوی هزینه‌ام نیست. الان کلی پول دوا درمون دارم میدم،
حداقل به فکر دارو باشید برامون. یه ما تو در خونه سیزامان دنبال یه اسپری میگردن. اینا به بنیاد جانبازان مربوط میشه، نه بنیاد چایی. منم واسه همین اومدم اینجا. کبدم که داغونه، پامو که عدست دادم، شیمیایی هم که هستم. تازه اینا فدای سرت. میخوام اینم چند وقتی که مردم کی مخارج زن و بچه منو میده؟ لا اله الا الله. پدر من اینجای کارمندم، طبق وظیفم عمل میکنم. هر وقت شهید شدی نوکرت هم هستم. ممنون آقا. عجیبه، خیلی گیج شدم. اسم اون هیچ جا نیست. شما مطمئنین شهید شده؟ که نیست. یعنی چه که نیست؟ یعنی هیچ سابقه ای از ایشون وجود نداره. اگه میشه بیاری که نمونه. پرونده آدم که نیست بشه خودش هم نیست بشه. چی کار داری میکنی آقا؟ بده من اینجا قانون داره. محض نام و چهره اشخاص یه جنایته. بذارت تنهایی در بیار. چیزایی قشنگه. باید ارزون میگیرم مشتریشی. جام داریم ها. عاشق پسره.
گردن کلوف شدی ها؟ آشوب دفاع میکنی؟ اوضاع غیرعادی، عکس العمل های غیرعادی هم به بار میاره. پس قبول داری که سلب آسایش کردی و امنیت جامعه و مردم رو به هم زدی ها؟ نه هرگز. ببین بچه جون، اینجا نوشته که با مردم چه رفتاری کردی، شاهدا هم همینو گفتن. اصلا تو چه کاری که مزاحم نوامیس و جوانه مردم میشی؟ مگه این مملکت قانون نداره؟ نگرانی من هم همینه. تا امثال تو هستن این مملکت درست بشون نیست که نیست. ما وظیفه و حرفمون مواظبت از مردمه. اون وقت امثال تو میخوای بگی ما کارمون بلد نیستیم؟ اسم؟ حمید. فامیلی؟ شفاعت. آدرس؟ من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. ببین بچه جون، اگه بخوای مسخره بازی در بیاری با زبون خودت با درف میزنم و بیا جلو، هر چی تو جیب داری خالی کن و میز. من ملک بودم و بیا اینجا بینم بریز و میز. من ملک بودم. بدارینم اون چیه جیبت گذاشتی؟ بدش بده؟ بده من؟ این چیه؟ وصیت نامه‌ست. چرا مخواستی قایمش کنی؟ به درد شما نمیخوره. دست تو چی کار میکنی؟ دوست شهیدم قبل از مرگ تو جبهه داد که برسونم به خانوادش. بله بله من خانمش هستم. بازداشتگاه؟ به چه جرمی؟ جوان، گستاخ و شرور، ضمن این که جلویتم کرده. فکر میکنم شدیداً بیمار باشه. بابا شماها باید بیشتر مراقبش باشین. بیا تو. بیا. البته چون این دفعه بار اولشه، با وثیقه و تعهدی که داده آزادش میکنیم، ولی گفته باشم دفعه دیگه از این خبرها نیستا. فرهاد، حالا میشه برام تعریف کنی کجا بودی؟ گفتم که دنبال آدرس جدید دوستم میگشتم. کدوم دوستت؟ همونی که شهید شده. چی شده؟ شهید شده. کی؟ مسعود. مسعود کیه؟ یکی از همرزمام تو جبهه. جبهه؟ خیالاتی شدی فرهاد؟ تاریک خاطران همه در ناز و نعمتند، هی روشنی عقل تو بر ما بلا شدی. چی داری میگی فرهاد؟ چرا غذاتو نمیخوری؟ یه چیزی تو رو به هم ریخته، داری از بین میری. به من بگو شاید بتونم کمکت کنم. من فقط خستم، همین. شوهر من خارج از کشور زندگی میکرده، الان یه دو ماهه که برگشته و ما با هم ازدواج کردیم. من در مورد اینجور مریضا تجربه این ندارم. از چه وقت متوجه شخصیت غیر متعارف همسرتون شدی؟ تقریبا دو سه روز قبلا. حادثه ای، اتفاقی، هرچند جزئی براشون پیش نیومده، مثلا شکست عشقی چیزی. اولین صحنه ناجوری که دیدی کی بود؟ اینو دردها ناشی از نوعی ویروس. سابقه استعمال مواد مخدر داره. به طور دقیق نمیشه نظر داد. از رسیدن خون به مغز جلوگیری و تولید ناراحتی میکنه. در صورت عدم درمان سرطان زاست. زمان بهترین آرام بخش تا زمانی هم که نشه جلوی عامل تولید و تکثیر میکرو بگیره نمیشه باش مورد. ببینش این همون فرهاده؟ خدا میدونه. فرخونده جان، میگم که
این تو فکر بالا کشیدن خونه است. تو بهش بگو سهم ما رو بده، من 3 سود برای سند میزنم. 20 سود. فرهاد باز رفتی تو فکر؟ مگه دکتر نگفت این افکار رو دور بریز؟ عصر پاشین چند دقیقه برین کنار گل و گلدونای حوض بشینین، نفسی تازه کنه، از این گوشه نشستنم بهتره، اون وقت از فکر و خیالاتم در میاد. راستی نگفتی دکتر رو چی گفتن؟ هر کدومشون یه چیزی میگن. یکی میگه تغذیه و تقویت، یکی میگه دوری از هیاهو، اون یکی میگه استراحت مطلق، یکی میگه به سر بردن در تنهایی. نمیدونم والا. مهتاب جون مادر سرسری نگیر، ببرش دکتر درست حسابی. دیشب با مامان اینا حرف میزدم، خیلی نگران بودن، گفتن هرچی سعی کردن نتونستن شماره خونتونو بگیرن. گفتن مهتاب به تو بگم فرهادو ببری اون بر. میگفتن دکتراش خیلی خوبن. بابا جون دوای درد این پیش منه، چرا متوجه نیستی؟ مثل اینکه شما دیوونه شدین. چرا خب؟ شاید خوب شدی. مگه من چمه؟ هیچی، جسمت اینجاست، روحت یه جای دیگه. الان یه هفته است تا صبح بیدار میمونی، میری تو اون اتاق در قفل میکنی، هیچ کس رو راه نمیدی، تمام فکر و ذکرت شده اون اتاق. برخونده میگم نکنه خلوت کردی تو. مهتاب یه بار دیگه بگو. هیچی، میگم میره تو اون اتاق در میبنده، منم راه نمیده. فرهاد خان چطور دلت میاد؟ جواب خدا رو چی میدی؟ مگه من چی کار میکنم؟ آخه این ناسلامتی جوونه، آرزو داره، دوست داره پیش شوهرش باشه، شوهرش بهش برسه. آخه شما اول زندگیتونه. من فقط اینجام خسته است، همین. خب قربونت برم فرخونده، راست میگه، اگه اونجات خسته است خب باید برین خارج درمونش کنین، تو اینقدر نشینی بی خودی فکر کنی. مگه فکر کردن ایرادی داره؟ عزیز من وقتی به جای خوابیدن فکر میکنی خب حتما یه اشکالی هست دیگه. من دوست دارم فکر کنم و فکر میکنم. میخوام باهات حرف بزنم، تنها. قرار نبود برگردی. من به کمکت احتیاج دارم مصطفی، من فقط از تو یه عذر میخوام، به حمید کمک کن. حمید مدت هاست مرده، دیگه هم نمیخوام چیزی در موردش بشنوم. اینا چیه؟ وردار، همش مال تو، فقط بهم بگو اونا کیان که قصد جون منو کردن. بهتر اینا رو برای معالجه اعصابت خرج کنی، برو بذار زندگیمو بکنم. اونی که تو فکر میکنی من نیستم. چرا؟ هستی، فقط برای اینکه کاری نکنی خودتو به اون را زدی، دستکش دستت کردی و دست زدی زیر چونتو، ساکت موندی. ببین من یک کلمه از حرفاتو نمیفهمم، به من مربوط نیست که تو کی هستی یا کی میخواد تو رو بکشه. حالا اون برو دیگه بر نگرد. باشه میرم، تنها میرم. تنهایی به جایی نمیرسی. اسمش عوض کرده، میگه دوستش شهید شده. اینا یعنی چی؟ مادر جون هیچ وقت تریاکی، شیرهی، حشیشی، بنگی توی جیبش، توی کیفش پیدا نکردی؟ چرا میخندی؟ از تنوع تنقلات خانم، از تنوع تنقلات. من فکر میکنم از وقتی اومدیم تو این خونه یه اتفاق
اتفاق چیزی ذهنش رو به هم ریخته. از همین اتفاقای جدید LSD و اکس و عشق خدا و اینجور چیزا که جای اون تنقلات رو گرفته. به جان خودم اثراتش هم توپ توپ بیست. سلام. سلام. تا کی میخوای نسبت به من بی‌اعتنا باشی؟ بابا تو نیست که واقعا دیوانه شدی پسر. هست دیوانه که دیوانه نشد. فرض کنیم که تو حمیدی و ما با هم تو جبهه بودیم. فکر میکنی چی میشه؟ کسی از دیدنت خوشحال میشه؟ نه، به محض اینکه آفتاب از سر اون دیوار بیفته همه یادشون میره که ما کی بودیم و چی کارایی کردیم. همونطور که ما خودمونم یادمون رفت. مربوط به ماده باز! خودکشی نکرد! کشتنش! من دیدم! اون ماشین مشکیه بود! به خدا دارم راست میگم! تا حالا چند بارم خواستم من رو زیر کنن ولی من هر دفعه در رفتم! باید اونا رو دستگیر کنیم! ولی بدتر از این میشن! چرا باور نمی کنید اونا هاش؟ چرا دستامو دلیم میمونه؟ ولم آی دکتر، آخه من باید برم پیداشون کنم. بگین دستای منو باز کنم. تو رو خدا چرا دارن دستای منو میبندن؟ من باید برم به پلیس خبر بدم. نمونه ادارش بفرستیم برای آزمایش. آقای دکتر، من ازتون خواهش میکنم، چرا متوجه نیستین؟ باید برم اونا رو دستگیرشون کنم. من باید به پلیس خبر بدم. اونا محمودو کشتن. من باید برم به پلیس خبر بدم. دستای منو باز کنین. آقای دکتر. 28 ساله، قد بلند، رنگ لباسشو نمیدونم، یه مقدار اختلال حواس داره، خودشو حمید شفاعت معرفی میکنه. نه اونجوری مریض نیست، نه آثارش به کسی نمیرسه. سلام، من دکتر نظام هستم. حالا چطوره پسر خوب؟ دردم نهفته بهز طبیبان مدعی. باشد که از خزانه یه غیبم دوا کنند. چرا گوش تلخی میکنی؟ مگه حرف بدی زدم آن؟ با تو هستم. نمیخوای جواب بدی؟ قول میدیم به حرفان گوش بدین؟ خب منم واسه همین اومدم اینجا. حالا بگو ببینم چه مشکلی داری؟ روحیم خرابه، به آینده امید ندارم، احساس میکنم به آخر خط رسیدم. چرا؟ نمیتونم بفهمم چی کار باید میکردم که نکردم و همین نفهمیدن مثل خوره افتاده تو جونم. نه خوابم خوابه، نه بیداریم بیداریه. همه فکر میکنن دیوونه شدم. شما چطور؟ به هیچ وجه. از روی جلد کتاب که نباید در مورد محتواش قضاوت کرد. خب میگفتی، ادامه بده. میخواستم وصیت‌نامه دوست شهیدمو به خانوادهش برسونم ولی از اون محل رفته بودن. رفتم سراغشون از دوستای دیگه‌ام بگیرم
که دفعه متوجه شدم یه ماشین میخواد منو زیر بگیره. کیا بودن؟ نمیدونم، اما دقیقا از موقعی که خواستم وصیت‌نامه رو به خانواده دوستم برسونم یه اتفاق افتاد. باید حرفمو باور کنین. باور میکنم، باور میکنم عزیزم. عجیب اینجاست که دوستام هیچ کدوم منو نشناختن. اونا تنها دوستایی بودن که من تو زندگیم داشتم. آشناییمون از جبهه شروع شده بود. با هم نگهبانی میدادیم، با هم صبحگاه میرفتیم، با هم دیگه مرخصی میامدیم. امروز هم که دوباره رفتم سراغشون میخواستن منو بکشن. کیا؟ دوستا؟ اونا که محمودو کشتن باید دستگیر بشن، درسته؟ درسته. خب پس چرا منو به زور اینجا نگه داشتین؟ ببین عزیزم، اینجا یک کلینیکه، اگر لازم نباشه قطعا کسی شما نگه نمیداره. ولی من باید اونا رو برم دستگیر کنم، دیر میشه. لباسم کو؟ اینجا داره وقت تلف میشه. لباسم کو؟ باید برامون اونا رو پیدا کنیم، به خاطر محمود، به خاطر هر کسی دیگه که سر راه اوناست. بذارین بچه، خواهش میکنم بذارین بچه. من باید برم، برم کنید دیگه اونا ها چی کارم دارید؟ برم کنید، من باید برم پیدا. پس بهم کلک زدی؟ میخواستی حرف رو زبه کشی؟ میخوای منو زندانی کنی؟ نمیتونم بخوابم، یه چیزی آرامش من رو به هم ریخته. این تو خر تو خره، دلم میخواد داد بزنم. با این حرفات بیشتر ما رو متقاعد میکنی که دیوانه ای پسر. آدم هرچی که تو مغزش میاد که نمیگه، تو همش داری با کلت فکر میکنی. وقتی سر آدم بره دیگه هرگز نمیتونه فکر میکنه. یه چی کار کنه؟ تجزیه و تحلیل این مسائل آدم رو داغون میکنه. پس اینو فقط تو خودت نگه دار، با کسی نگو. سلام آقای دکتر، حالش چطوره؟ شما همسرشون هستین؟ بله. چی به سر شوهرم اومده؟ همش هزیون میگه، نیاز به دارو و احتمالاً بستری شدن طولانی داره. ما از این مریض ها زیاد داشتیم. مریضیش چی هست؟ تحریک بیش از حد اعصاب، اضطراب و توهماتی که زایده افکار بیمارشه. خطرناکه؟ در بد و هم نه، اما به مرور ممکنه به ضرر خودش و جامعه تموم بشه. شدنی هست؟ بله، اما باید دید بهترین و مطمئنترین راه درمونش کدومه. من دوستای دیگرش هم به همین روش معالجه کردم. باید کاری کرد تا بر اعماق قلب و روح هم یادش تأثیر بذاره. و در این میون نقش شما خیلی مهمه. من چی کار میتونم براش بکنم؟ شکست من یعنی ادامه بیماری اون. پس کمکم کنی تا پیروز بشم. Oh.
این دارو باعث کنترل خونسا کردن افکار خطرناک، تغییر و اصلاح خواسته ها و استعدادهای شورشگرانه تنبلی و بی تفاوتی بشه. سلام. بازم خواب دیدی؟ به من دست نزن. تو هم با اونایی میخوای منو از بین ببری؟ نه، من میخوام به زندگی برگردی. شما فکر میکنین من مریضم، ولی من چیزی نیست، خیلی هم سالمم. نگاهشون کن، همش مواظب منن، مثل یه زندونی. فرهاد تحمل کن، دکتر خیلی خوبیه، معالجت میکنه ها. ولی من الان خوب شدم. اوایل خود قلبم درد میکرد، ولی الان دیگه درد نمیکنه. مهتاب، من ببر خونه، نمیخوام اینجا بمونم. مطمئنی از دست رویاهات خلاص شدی؟ به خدا رویا نیست، واقعیت. تو دیگه چرا باور نمیکنی؟ باور میکنم، واسه همینه که اینجا، به خاطر تو. پس کمکم کن. همسرتون به صورت مشروط و موقت، البته با اصرار شما، فقط به مدت 48 ساعت از بیمارستان مرخص بشه. تا به مرور زمان و همکاری شما مشخص بشه که قابل درمان و سازگاری مجدد با جامعه و مردم هست یا نه. چرا اینقدر شلوغه؟ به خاطر تو. چی؟ آقای سمر، میشه بگی چه اتفاقی برای شما افتاد؟ آقای سمر، من مقاله نوشتم به عنوان نماینده. اسم من حمیده، با هی جیمی هم نوشته میشه. سلام، من خبرنگار ویژه یک روزنامه صبح هستم. از من خواستم پرونده شما رو گزارش کنم. راستش فکر کردم قضیه شاید یه جور بازی باشه. منظور چیه؟ می‌خواستم بدونم این افکار چجوری به ذهن شما خطور کرده. آدم گاهی ممکنه دچار اوسیان بشه، مشاهده یه نوع بی‌عدالتی در امور اجتماعی اونو ناراحت کنه. اینجا کسی از این حرفا نمیزنه. البته میبخشید، در حال باید این چیزا رو مطرح کرد. مگه میشدم در جامعه زندگی کنم ولی عملکرد سرتنده‌هاش نادیده بگیرم؟ آقا خواهش میکنم، لطفا راحتش بگذارید. آقای سمر، آقای سمر، چه اتفاقی برای شما مهتاب! مهتاب! بله فرهاد. زندگی خاطراتم کو؟ نگران نباش، من قایمشون کردم، تو انباری هم، جاشون امنه. انباری؟ چرا انباری؟ اونجا نمناکه هم بمیرن. فرهاد، تو واقعا کی هستی؟ تو آدم اونایی یا همراه من؟ فرهاد، صبر کن یه دقیقه، بذار برات توضیح بدم. چرا اونا رو به این بردی؟ مگه جای تو رو تنگ کرده بودن؟ نه، جای من رو تنگ نکرده بودن، ولی تو رو از من گرفتن. تو با من زندگی نمی کنی، با مرده ها زندگی می کنی. بردمشون، بردمشون، خسته شدم از دسته، از بیخوابی های شمالات خسته شدم. دیدی مردم چجوری نگامو میکنن؟ تو هیچی نمیبینی، اینجا نشستی هیچی نمیبینی. چشماتو واقع کن، واقعیت رو ببین.
خوشحالم که پدرت زنده نیست که ببینه دختر یکی دونش اسیر چه خل و چلی شده. فقط آبرو و حیثیتمون پیش تمام فامیل باید بره. آخه ما چه گناهی کردیم که باید این بلا سرمون بیاد؟ دایی حق داشت که میگفت این پسر یک کاسه زیر نیم کاسه جون که میخواد زود ازدواج کنه. این از قبلم جونی داشته برای که دستش رو نشه میخواست تو ترمیز کنه. چی بهتر از تو؟ کم توقع، هم خدمت داره چی؟ هم ترهاش نمیزه. چقدر میگی بهش؟ میشینی پا میشی میگی بهش؟ یکم راجع به جهنم بگو، راجع به غضب خدا نسبت به اهل دوزخ بگو. جهنمو که خودتون میرین میبینی، من راجع به بهش حرف میزنم که ممکن اصلا راتون ندن تو کار. سلام. حالت خوبه؟ خوب، خیلی خوب. هیچ وقت اینطوری نبودم. درد نداری؟ کدوم درد؟ خب، الحمدلله مثل که همه چیز برطرف شده. این چیه؟ بیا، نظرت کردم برای سلامتی. من چند روز خواب بودم؟ دو روز. دو روز؟ یعنی دو روز از عمرم همینطوری گذشت؟ دو روز که چیزی نیست، الان یه عمر پیش رو داری.
حمید خان. حمید یادت رفته؟ این اسمی که خودت برای خودت انتخاب کردی، با این اسم کلی معروف شدی. معروف شدم؟ آره معروف شدی، پیر شدی، لاغر شدی. ولی من تا حالا خودم انقدر جوون و سرحال حس نکرده بودم. خب خدا رو شکر. پس دیگه میتونی واقعیت رو تشخیص بدی نه؟ کدوم واقعیت؟ ببین فرهاد، الان دکتر نظام قراره بیاد و تو رو معاینه کنه. 48 ساعت تموم شده. تو باید نشون بدی که کاملا معالجه شدی، وگرنه دوباره میبره تا آسایشگاه. یعنی باید چی کار کنم؟ یعنی دیگه دوچار اون افکار نشو. اسمی از حمید نبر. تو فرهاد ثمر مهندس تحصیل کرده خارجی، اون چیز مهمی از تو نمیخواد. فقط حمید رو فراموش کن. حمید یه رویا بود، یه خیال بود، تموم شد. دیگه در موردش با منم حرف نزن. فکر کن اصلا یه همچه کسی وجود نداشته. دلت براش نسوزه فرهاد. اون اسمش تو کتابای تاریخ اومده، تو همه شهرها کوچه هایی رو به اسمش کردن. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ سعی کن بفهمی این کار لازمه. خب اگه حقیقت کمک نمیکنه عیبی نداره، دروغ بگو. دروغ بگم؟ دروغ بگم؟ چه مسخره. فرهاد اینجوری نخند. بذار بخندم مهدا، الان یه چند سالیه که اینجوری نخندیدم. فرهاد الان میرسن ها، دوباره میخوای بری آسایشگاه؟ بذار یه خود افکارم رو سر سامون بدم. خیلی خوب، من از همین الان میشم فرهاد ثمر، همونی که اونا میخوان. آره به خاطر زندگیمون، من نمیخوام تو رو از دست بدم. نه. چی؟ نه جوابم منفیه، دروغ نه. فرهاد الان میرسن ها. من فکر میکردم حداقل تو یکی با هم همراهی. من باهات همراه هم، ولی اینجوری به جایی نمیرسیم. مگر اینکه بدونم راه دیگه ای هم هست که میدونم نیست، حداقل برای من نیست. اگه 1000 بار دیگه هم شروع کنم باز به همینجا میرسم که رسیدم. نمیتونم چیزی رو که با مغز و قلبم ساختم با پام خراب کنم. گفتم که حالا باید تو آسایشگاه میموند.
شبم من سوی تو کیستی ای قریبه این منم من تو خودت تو کیستی ای قریبه ای قریبه آشنا تو من قریبه تو خودت